24مین روز بهمن ماه برابر با 13 فوریه، سال 1261 خورشیدی برابر با 1883 میلادی، در گذشت ریچارد واگنر، موسیقیدان آلمانی که در لایپزیگ آلمان به دنیا آمد و از کودکی به موسیقی علاقه داشت. او از 14 سالگی تلاش کرد که اثری تأثیرپذیر را در موسیقی پدید آورد و بالاخره توانست اپرای پریانها را خلق کند. واگنر در سالهای بعد مورد توجه قرار گرفته، در میان دوستداران موسیقی محبوبیت خاصی پیدا کرد، چنانکه به ریاست ارکستر یکی از تئاترهای شهر انتخاب شد. علاقه وافر او به موسیقی و اپرا باعث شد که در سالهای پایانی عمرش در شهر بایروت آلمان اقامت یافته و به برپایی ساختمان یک تئاتر در این شهر مبادرت ورزد و از آن پس شاهکارهای خود را در این تئاتر به نمایش بگذارد. سال 1281 خورشیدی برابر با 1903 میلادی، زادروز جورج سیمنان، نویسنده فرانسوی که در شهر لژ بلژیک زاده شد و فعالیت ادبی خود را از روزنامه نگاری در این شهر آغاز کرد. سیمنان با نام‌های مستعار به نشر رمان‌های عامه پسند و پلیسی پرداخت. این امر باعث شد تا جورج سیمنان نزد عامه مردم، به ویژه کارگاهان و پلیس جنایی، محبوبیت فراوانی به دست آورد و او را به ثروت و شهرت برساند. هنر داستان نویسی سیمنان از لحاظ ارزش انسانی در درجه‌ای بالاتر از حد معمول داستان‌های کارگاهی و جنایی قرار دارد. سیمنان در خلق محیط مناسب و نمایش گروه‌های خاص بشری و قهرمانانی که از خصوصیت‌های روحی غیرعادی برخوردارند، استادی کامل داشت. شخصیت‌های داستان‌های سیمنان طوری ساخته شدند که همه به حسب عواطف و صفات روحی خود رفتار می‌کنند، بیان که خود نویسنده در ورای چهره آنان پنهان باشد و آنها را راهنمایی کند. سیمنان داستان‌های جنایی را با حوادثی واقعی می‌آمیزد و در پشت اسرار زندگی آدمی که رنگی شاعرانه دارد می‌پیچد. داستان‌های سیمنان علاوه بر دسیسه‌ها از تجزیه و تحلیل روانی دقیقی برخوردار است و از پرخواننده‌ترین آثار جنایی به شمار می‌آید که به قالب زبان‌ها ترجمه و از بیشتر آنها فیلم سینمایی ساخته شده است. سال 1334 خورشیدی برابر با 1956 میلادی، در گذشت عباس اقبال آشتیانی، استاد دانشگاه، مورخ و ادیب معاصر که در آشتیان دیده به جهان گشود، دروس جدید را در دارالفنون آموخت و به مقام استادی رسید. اقبال چون تحت نظر استادش محمد علی فروغی بود، به معلمی در دارالمعلمین انتخاب شد و همچنین به دعوت وزارت فرهنگ در تألیف کتاب‌های درسی تاریخ و جغرافیای اقتصادی ایران برای دبیرستان‌ها و رشته‌های علوم انسانی مدارس عالی شرکت کرد و بعدها به تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پرداخت و شاگردان بزرگی در علوم مختلف به ویژه ادبیات و تاریخ تربیت نمود و سرانجام در 57 سالگی درگذشت.